در برنامه دستاوردها ویژه 60مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در سلسله برنامه هایی که در این روزها در سیمای آزادی شاهد اونها هستید تلاش کردیم به دستاوردهای 6 دهه اخیر سازمان مجاهدین در مبارزه با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ که با طوفانها و ابتلاعات زیادی همراه بوده بپردازیم. در گفتگوی امروزمون هم می‌خوایم به گوشه دیگه از این دستاوردها اشاره کنیم و قصد داریم در این برنامه شما رو با یکی از ارزش‌های مبنایی که ریشه در مرزبندی‌های ایدئولوژیکی سازمان داره و به اون سر موضع گفته میشه آشنا کنیم. مهمانان برنامه امروز خواهران مجاهد شکوه روحی و زینب شادباش هستند و بهشون خوش آمد میگم. خیلی ممنونم از شما که ما رو به این برنامه ارزشمند دعوت کردین. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه. همینطور سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور و زندانیان سیاسی، خانواده های شهدا و همینطور کانون های قهرمان شورشی در سراسر کشور. منم سلام میکنم خدمت شما. همینطور سلام میکنم به همه هموطنان آزاده در سراسر ایران و جهان و همینطور سلام میکنم به کانونهای شورشی در ایران اسیر. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگوی امروزمون. خب اولین سوالم رو میخواستم از اینجا شروع کنم که سر موضع بودن یعنی چی و در فرهنگ مبارزاتی و مقاومت مردم ایران چه معنایی داره؟ این اگه بخوام به این سوالی که الان پرسیدین و خیلی سوال به حقیه پاسخ بدم، واقعیت اینه که کلمه سر موضع اصطلاحیه که بخوای در موردش صحبت کنی خیلی حرف ها میشه زد و مشخصا تو سازمان مجاهدین یک ارزش خیلی ریشه داره. ولی حالا اگه بخوایم بگیم این از کجا عام شد، هم تا که الانم اشاره کردین خودتون تو سال 67 وقتی که فتوای خمینی داد، اون فتوای قتل عام زندانیان سیاسی که به واقع شناعتی بود در تاریخ ایران، اون موقع بود که این ارزش بسیار توی تاریخ ما برجسته شد، مشخصا در تاریخچه سازمان. حتما که بینندگان عزیزمون شنیدن که توی اون موقع یه سری هیئت‌های تشکیل شد به اسم هیئت‌های مرگ که اخیرا هم پور محمدی بهش اشاره کرد که توی در واقع استان‌های مختلف حدود 30 هیئت تشکیل شده بود به اسم هیئت مرگ که اعضاش حدود 3 تا 5 نفر بودن که این نفرات کسایی بودن که مجاهدینی که توی یعنی در واقع زندانیان سیاسی رو که توی زندان‌ها بودن برای به اصطلاح محاکمه می‌آوردن و اونجا از اونا فقط یک سوال می‌کردن که آیا همچنان سر موضع خودت هستی یا نه، که تاریخ ما گواه این هست 30,000 زندانی سیاسی و مجاهد سربدار در واقع به تناپایدار بوسه زدن و پاسخ آری دادن و همین این باعث شد که در تاریخ ایران موضوع سر موضع بودن تبدیل به یک ارزش بشه. الان خیلی واقعی میشه گفت که این رعشه‌ای که این زندانیان مقاوم همون سال به تن این دشخیمان انداختن همچنان ادامه داره. کمی که اخیراً که دیده باشین پور محمدی تو همین نمایش به اصطلاح انتخاباتشون اومد یک صحبت‌هایی کرد تو این رابطه. من میخوام جمله دقیقش رو بخونم. خیلی صحبتیه که استناد میکنه به همین پایداری این زندانیان. میگه که در واقع تو روز 4 تیر این صحبت کرده، میگه 2-3 بار میگفتیم آقا خانوم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه، خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنی، اصلا نمیخواد جمهوری اسلامی قبول بکنی، میگفتیم یه جمله به نفع امام نظام نمیخواد بگی، اصلا نمیخوایم بگیم ما مخالف نظام هستیم، تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافق هستی یا مخالفی؟ این سوالیه که میپرسیده. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بودش و درب زندان رو باز میکرد، تو میجنگیدی با این مردم
و اون مجاهدین قهرمان به گفته خود پور محمدی میگفتن که آره می جنگیدیم. خب این یک گواهی تاریخیه که الان خود این دشخیم داره بهش اذعان میکنه. همین این روی کرد و همین این برخورد پرسلابت یک ارزشی رو توی تاریخچه سازمان مجاهدین و در واقع در دل تاریخ مردم ایران خلق کرد که واقعا باعث افتخاره. درست. خب خواهرشو کشوم اگه لطف کنید اگه تکمیل صحبت‌های خواهر زینب در مورد صحبت که کردن تعریفی از سر موضع بودن و نمونه‌هایی داریم بفرمایید. بله. الان خواهرم زینب در واقع به خوبی توضیح دادن که ریشه این در واقع عبارت سر موضع از کجا اومده. از به همین فتوای خمینی. خواهر مریم در یکی از سخنرانی‌هاشون در واقع به مناسبت 30 دی سال روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه در توصیف این روز گفتند 30 دی آغاز ایستادن بر سر موضع و روز تولد جنبش سر موضعی هاست. در واقع سر موضع یک عبارت نیست، فرهنگ ایستادگی به هر قیمته. اگر بخوایم تاریخچه در واقع این سر موضع بودن رو در سازمان مجاهدین یک نگاهی بهش بندازیم، برمیگرده به بدعتی که بنیانگذاران سازمان یعنی محمد حنیف نژاد، اصغر بدیزادگان و سعید محسن در زمان حکومت شاه بنیان گذاشتن. شاه اونها رو مخیر کرد بین حفظ جونشون یا تسلیم و ندامت و تن دادن به خواستهاش. و این به قول معروف به زبان امروز سه جوان شورشی ایستادگی بر سر اصول آرمانشون رو انتخاب کردند و روی اون پای فشردن و در واقع مرگ سرخ رو به ذلت تسلیم و ندامت ارجح دونستند. در این رابطه در واقع نمونه های ایستادگی بر سر موضع در تاریخچه مجاهدین خیلی زیاده. اگر بخوایم دوباره برگردیم به دوران همون زمان شاه، یک نمونه دیگه که باید اشاره کنیم در واقع مهدی رضایی 19 سال است. یک جوان انقلاب. بله بله. یک جوان 19 ساله آسی و شورشی که دادگاه ستمشاهی رو اون موقع به چالش کشید و خیلی زیبا گفتش که بگذار رگ و پوست ما در راه خلق فدا شود، چرا که تا ظلم هست مبارزه هست. و سالها بعد در واقع این شعر شاملو ورد زبان همه شد که در رسای مهدی رضایی گفتش که آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد، من فریاد زدم نه. در واقع این نه تاریخی یک نه به معنای ایستادگی بر سر موضع بود. نمونه دیگه اگر بخوایم اشاره بکنیم میشه به اولین شهید سازمان مجاهدین خلق، احمد شهید نام ببریم. احمد شهید وقتی که ساواک شاه اون رو محاصره کرده بود، بین این که بین تسلیم در واقع و مرگ سرخ رو انتخاب کرد و نارنجک کشید و حتی حاضر نشد جسد و جسمش به دست رژیم شاه بیفته و ساواکی‌ها بیفته. در یک کلام اگر بخوام بگم این عبارت سر موضع در تار و پود سازمان مجاهدین تنیده شده، یعنی ثانیه به ثانیه سازمان مجاهدین سر موضع بوده و بسیار بسیار تاریخچه غرورانگیز و افتخارآفرینیه که 60 سال تداوم پیدا کرده و امروز در واقع به ورود به این سالگرد 60 سالگی نشستیم. خیلی ممنون از توضیحات. طوری که خمینی بعد از در واقع این بعد از سرنگونی رژیم شاه و در واقع سرقت انقلاب توسط خودش، این آنچنان در واقع بردن مسعود این پایداری و ایستادگیش بر اصولش خمینی رو در واقع به واکنش واداشت که برگشت گفت در یک جمله تاریخی برگشت گفت اگر من از 1000 احتمال یک احتمال میدادم که اینها دست بردارن از این اصول و آرمان و خلاص مواضعشون، خودم به ملاقات اونا میرفتم. یعنی این نشون میده که خمینی که اون زمان تو ماه میدیدنش چطور به واسطه در واقع ایستادگی خود شخص بردر مسعود و در ادامه خود مجاهدین
در واقع نتونست به اون هدفش برسه. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. خب خواهر زینب، شما توی صحبتاتون اشاره کردین که میشه این روح سرموزه بودن و ایستادگی به هر قیمت رو در مقاطع مختلف سازمان دید. شما با توجه به پروسه حضورتون در سازمان میشه بگید که تو کدوم مقاطع شاهد چنین صحنه هایی که این ارزش رو خلق میکرد و مصداق بارز همین ارزشی که روش صحبت کردین شاهدش بودین بتونید برای بینندگان توضیح بدین؟ بله، به واقع میشه گفت که خب این ارزش سرموزه یک، گفتیم الان تو صحبت قبلی هم که یک ارزش ریشه دار و یک داستان ادامه داره تو سازمان مجاهدین. به این معنی که خب الان گفتین تو همین پروسه‌ای که من خودم به چشم دیدم تو 14 سال پایداری مشخصا در اشرف و لیبرتی، خب مگه نبود اومدن سلاح‌های ما رو گردآوری کردن. همه چی فکر می‌کردن؟ فکر می‌کردن ارتش آزادی بخش تموم شد و دیگه جواب نداره سرنگونی این رژیم. از اون طرف خب مجاهدین همه محاصره بودن توی اشرف. ما موقع یادمون هستی که دولت مالکی اجیر شده یه رژیم بود، دست نشانده بود. خب مجاهدین تحت حمله بودن، یعنی تهدید این حمله و هجوم به داخل اشرف خیلی جدی بود، ولی مجاهدین اتفاقا کوتاه نیامد و اینو خوب رژیم فهمید. اومد چه کار کرد؟ اگه یادتون باشه 320 بلنگو دور تا دور اشرف کاشتن. تقریبا بیش از 600 روز اینا 24 ساعته از پشت بلنگوها فحاشی، داد، نعره. من هرگز یادم نمیره اون روزا. یکی از دکلای بلند بلنگو که زده بودن نزدیک جایی بود که ما بودیم. اینقدر صدای اینا بلند بود، فرض کنین انبوه بلنگو تو فاصله یه متری نزدیک قسمتی که ما بودیم، صدا به صدا نمیرسید، یعنی ما حرف نمیتونستیم با هم بزنیم. خب مستمر فحاشی، مستمر توهین. یه دفعه وسط راه داریم میری اسمتو بلند صدا میزنن، مثلا حالا کیان اینا؟ مزدورای وزارت اطلاعات، اسم خوشون باشن خانواده، ولی آخه داره پشت بلنگو چی میگه؟ همین روزاست که حمله میکنیم بهتون، همین روزاست که میایم همه تونو میکشیم، زبونتون از حلقومتون بیرون میکشیم. آخه بابا کدوم خانواده میاد این حرفا رو بزنه؟ خب پر واضحه که اینا همه جنایت های رژیم بود و تلاش مذبوحانه بود که میخواست ولو شده یک مجاهد خلق رو از ایستادگی بر آرمانش، بر اصولش و بر آزادی مردمش بکنه، ولی نتونست. وقتی نتونست اومد چی کار کرد؟ حمله. 6 و 7 مرداد، 19 فروردین، 10 شهریور و موشک بارون. خب هیچ وقت این روزا یادم نمیره واقعا. بله، در واقع الان به خوبی داستانهایی بود. به خوبی شما گفتین. واقعیت اینه که این حربه ها و در واقع دستگیره های رژیم از جنس در واقع شکنجه های روانی که همین الان هم چه در دهه 60 و چه همین الان علیه زندانیان سیاسی در واقع اعمال میکنه. دهه 60 که در واقع به وفور زندانیان رو میبردن پشت اتاقهای شکنجه و با شکنجه دادن دوستانشون، همرزمانشون، حتی خانوادهشون به زعم خودشون تلاش میکردن که اون زندانی رو از مواضعش و از اصولش عقب بنشونن و این جنایت در واقع شنیع و دناعت رو علیه زندانیان اعمال میکردن که بلکه بتونن به مطامع خودشون برسونن. و چقدر زیبا تمام زندانیان سر موضع ایستادن و سربدار شدن. آره دقیقاً، میبردن پشت در اتاق شکنجه، دوستش رو شکنجه میکردن، مجاهد کنار دستی رو شکنجه و این صدای شکنجه اینو زجر بده، کاری که با ما میکردن تو اشرف. ولی خب رژیم به چشم دید که این تأثیری نداشت. مگه تو لیبرتی نبود؟ در ادامه تو لیبرتی
مستمر موشک بارون. یعنی تو وقتی بودی اونجا نمیتونستی تشخیص بدی خدا یا یک ساعت دیگه چی میشه، ولی خب مجاهدین خب همه این کارا رو میکردن که چیکار کنن. احساس ناامنی، تو به خودت فکر کنی نه به اون هدفی که داری، به یک ساعت بعد خودت فکر کنی. خب ولی مجاهدین چیکار کردن؟ دقیقاً 10 متر به 10 متر سنگر کندیم، برای خودمون تعهد گذاشتیم 3 تا 5 ثانیه همه میریم داغشو به دل رژیم میذاریم، یک تلفات بیشتر. خب همین هم شد و اینو به چشم اینا دیدن که جواب نداشت. و من یادمه حالا 6-7 مرداد، 19 فروردین، 6-7 مرداد وقتی که ما فهمیدیم اینا حمله کردن با بی ام پی هاشون، همه واقعا بیشکاف، همه به هر شکلی که میشد خودمون رسیدیم جلوی در اشرف. من یادم نمیره واقعا با همه خواهرام اونجا که بودیم هیچی نداشتیم، واقعا هیچی نداشتیم. اونام تا دندون مسلح بودن، ولی ما اینقدر ایمان داشتیم که میتونیم مانع وارد شدن یک متر، ولی یک متر به خاک اشرف بشیم، که دستامون رو به هم زنجیر میکردیم، نمیتونستن از بین ما رد شن، واقعا نمیتونستن. هر منطق دو تا چهارتای تعادل قوای میگه تسلیم شو، میگه جواب نداره و کاری نمیتونی بکنی. خب ولی عکسش تاریخاً ثابت شد و این حک شده تو تاریخ ایران توسط این مجاهد. از اون طرف بیایم 19 فروردین، سوا چی کار کرد؟ تو 19 فروردین من یادم نمیره تمام خواهرای منظورتون شهید سوا، بله، هفت برادران، سوا هفت برادران و در ادامهش تمام دوستای خودم اون روزا، فائزه رجبی، نسترن، خب دونه به دونه اینا اون ایستادگی ها، اون مقاومت ها، واقعا هر لحظه ای میتونست آدم به این فکر کنه که آقا چی میشه هفت لحظه بعد، ما میتونیم اینا رو عقب برونیم؟ ولی هیچ کس به این فکر نمیکرد، همه به این فکر میکردن باید بکنیم. و این باید بکنیم بود که ایمان میداد که این مسیر رو میشه باز کرد و میشه مانع شد. خیلی ممنون. خواهش میکنم شما چی؟ شما هم نمونه هایی دارین که بله، بتونید چند تا نمونه رو بگین که بله در تکمیل صحبت های خرزینب. بله. الان خرزینب که میگفتن این شعر تو ذهنم تداعی شد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این که ثانیه به ثانیه حضور من و هر مجاهدی در سازمان مجاهدین در واقع سر موضع و سر صف بودن مترادف همین مفهومه. الان خواهرم زینب به در واقع حماسه 19 فروردین اشاره کرد که هممون تو بطنش بودیم. روز 19 فروردین در واقع روزی بود که در مقابل اون تعادل قوای محض که رژیم اون عمال مالکی رو برای در واقع به زعم خودش تسخیر اشرف و به ندامت و تسلیم کشوندن مجاهدین فرستاده بود، همه چیز زمین و زمان حکم می‌کردش که مجاهدین با دست خالی، زرهی ها و ارتش مالکی در حال پیشروی چه باید کرد. این در واقع سوالی بودش که هر مجاهدی در پاسخ بهش یک در واقع یک پاسخ بیشتر نداشت و اون ایستادگی بود به هر قیمت. تا صبح این نورای چراغای زرهیا تا 4 صبح من یادم نمیره اینا همین جور می اومدن. ما چی داشتیم؟ واقعا هیچی نداشتیم، دست خالی. ولی واقعا هم که الان خرم شکوف داره توضیح میده سندای افتخار. بفرمایید، ببخشید. خواهش می‌کنم. روز 19 فروردین در واقع اون روز از صبح که در واقع این نیروها صف کشیده بودن، در واقع ارتش مالکی با اون هاموی ها و بی ام پی هاشون، ما دیگه هیچ دست خالی هیچی نداشتیم، ولی میدونستیم به هر قیمت باید اینا رو عقب برونیم. هر مجاهدی در واقع تو اون صحنه یک حماسه ای خلق کرد که در کاکل همه این حماسه ها در یک کلام حماسه سبا هفت برادران بود که یک سمبولی شد از ایستادگی به هر قیمت. در اوج حماسه 19 فروردین سبا تو میدون لاله تیر خورد و خونریزی شدیدی داشت. وقتی قرار شد برای رسیدگی های پزشکی به همراه پدرش به یکی از بیمارستان های عراق در واقع منتقل بشه، عمال مالکی و در واقع نیروهای دست نشانده رژیم تلاش کردند از
با سوء استفاده از رابطه پدر و فرزند پدرش رو تحت فشار قرار بدن و به زعم خودشون با زیر فشار بردن پدرش اون رو از سازمان جدا بکنن، که به پدر مجاهد سبا گفتند ما میتونیم تمام در واقع امکانات پزشکی رو برای نجات جون فرزند تو در اختیارت قرار بدیم به شرط اینکه تو از سازمان مجاهدین جدا بشی. و پدر مجاهدش هم که پاسخ اونها رو در واقع داد، وقتی همین رو پدرش برای سبا تعریف کرد، سبا هم گفت بایستی توی دهن اونها میزدی، و به نوعی سبا هم موضع مجاهدی خودش رو گرفت و سر موضع بودن رو در مدار و سقف دیگه‌ای نشون داد. در واقع در یک کلام سبا الگوی مجاهد انتخاب کرده و ایستاده بر سر موضع تا به آخر در مقابل دشخیم شد، و در واقع این جمله تاریخیش که تا آخرش ایستادیم، تا آخرش می‌ایستیم، در آخرین دقایق حیاتش، این جمله در واقع سند افتخاری در سازمان مجاهدین شد و الگویی برای هر زن و مرد مجاهد که ایستادگی تا به آخر به هر قیمت چه بهایی داره، و سبا اون بها رو پرداخت. اینا گلوله‌ای. ببخشید من دلم نمیاد این نمونه را یادآوری نکنم. این دورانی که توی لیبرتی واقعا اینا با محدودیت‌های لوجستیکی می‌خواستن مجاهدین رو به تسلیم وادار کنن، اون پروسه‌ای که با بستن بیماران و امکانات دارویی و درمانی رو به لیبرتی مانع از این بودن که ما بیماران سرطانی داشتیم اونجا که واقعا شرایط خیلی سختی رو میگذروندن. اونجا ما محدودیت برق داشتیم، اینا حتی نمیتونستن از تو گرمای اون عراق که واقعا طاقت فرسا بود، اینا با اون شرایط بیماری نه درمان و داروی درست حسابی داشتن، نه امکان خروج از اشرف لیبرتی بود که برن و بیرون تحت درمان قرار بگیرن، نه شرایط مهیایی بود واسه اینکه تو خود لیبرتی اینا در آسایش باشن. خب در این فشاری که روی بیماران بود، خیلی از اینا بودند واقعا سندای افتخار که مقاومت کردن و صدیق شدن، در واقع به شهادت رسیدن در اون شرایط. ولی این خط جواب نداره برای کسی که انتخاب کرده به هر قیمت برای این فرد و این گونه افراد منطق تعادل قوا بی‌معنیه. منطق فقط اون چیزی که من انتخاب کردم و اراده کردم، و اینو هم مجاهدین به ثبت رسوندن و همین الان داریم توی زندان‌های زندانیان سیاسیمون توی داخل ایران می‌بینیم. خیلی ممنون از شما خواهران مجاهد. شما حتما برنامه‌های سیمای آزادی رو می‌بینید. این روزا شاهد بزرگداشت قتل عام شدگان و شهدای راه آزادی هستیم. می‌خواستم ازتون بپرسم، البته می‌دونید که در همین رابطه هم ما از رشادت‌ها و فداکاری‌های زنان قهرمانی که مدام ازشون یاد برده میشه شنیدیم، می‌خواستم شما اگه لطف کنید برای بینندگانون توضیح بدین که چه صحبتی در رابطه با رشادت‌های این زنان قهرمان در پروسه مبارزه علیه رژیم آخوندی دارید. از خواهرانی که اینجا بودن و با اونها هم بندی بودن توی زندان خاطرات زیاد شنیدم. خیلی تکون دهنده است. واقعا مواردی هست که شاید حتی تصورش سنگین باشه. مثلا یکی از خواهران عزیزم توی زندان به اسم سکینه دلفی، این خواهر 26 ساله بود توی زندان آبادان، وقتی که کل نفرات بند رو دوتا آخوند جلاد اونجا به اسم در واقع جزایری و عبداللهی اینا جمع میکنن توی بند و یه سوال ازش میکنن، میگن که با خمینی هستی یا با رجبی؟ سکینه از ته بند بلند داد میزنه میگه مرگ بر خمینی، درود بر رجبی. واقعا بی نظیره. یا حتی من موردی رو که به دلیل قرابت فامیلی خودم در جریان هستم، موضوع خاله خودم بود، مریم توانای فرد، اون
وقتی دستگیر شد بهش 7 سال حکم دادن. وقتی حکمش تموم شد بماند که در این پروسه چه شکنجه هایی به اون کردن، تا حدی که اونقدر کف پاش شلاق زده بودن که پوست انداخته بود و مجبور به جراحی و طوری که کف پاش مو در می آورد و موقعی راه رفتن انقدر اذیت می شد. و همین خودش یکی از شکنجه هاست در دل زندان ها و سیاه‌چال های رژیم. ولی خب بعد از 7 سال با اینکه حکم تموم میشه باز میبرنش به هیئت مرگ، در حالی که باید آزاد بشه، و توی اونجا دوباره اونم قرار میدن در مقابل همین سوال و سنجش شرف مجاهدیش. اونجا بود که اونم با شهامت و جسارت پاسخ ایستادگی تا به آخر رو میده و بعد اونو به دار میکشه. موارد اینطوری خیلی عجیبه. من چند وقت پیش با خواهرم مجاهدم، خواهرم اعظم حاج حیدری که یکی از معدود بازماندگان در واقع زندان‌های رژیم، به طور خاص قسمت قفسه، قفس که اصلا یه چیز خیلی عجیبیه، باهاش رفته بودم توی موزه مقاومت و اونجا برام از نزدیک نشون میداد و تعریف میکرد. واقعا شنیدن این صحنه ها برام تکون دهنده بود. میگفت یک بار رفتیم توی یک قسمتی از زندان، محل خالی بود، یک سوله خالی، من دیدم انبوهی میز پینگ پنگ اونجاست. سوالم شد که اینا چیه؟ از زیر چشم بند یک دفعه دیده بود. میگفت چند روز بعد ما رو دوباره بردن اونجا، من دیدم که یک داستان قفس رو توضیح میداد برام. میگفت این میزای پینگ پنگ رو برش داده بودن، همینجوری کنار هم کنار هم به فاصله نیم متر گذاشته بودن، بین هر کدوم یک زندانی خواهر، چشم بسته، رو به دیوار، به حالتی که باید بشینی و فاصلش از دیوار فقط 150 سانتی متره، یک آهن خیلی کوچیک، فقط این میز سنگین پینگ پنگ رو با یه آهن خیلی کوچیک فقط به هم دیگه متصل کردن، طوری که تثبیت نیست و اگه یک ذره بهش بخوری میفته. و اینا تمام زمان بندی چشم بسته باید رو به دیوار میشستن و کوچکترین حرکت نباید میکردن. توی همچین شرایطی که هیچ صدایی نیست، هیچ حرکتی اجازه نداری بکنی، پاسدارای دژخیم رژیم با شلاق بالا سر اینا راه میرفتن و یک دفعه بی مقدمه شروع به شلاق زدن به اینا میکردن. این شوک و این فشاری که رو به اینا وارد میشد خیلی طبیعی بود که بخورن حتی به این چوبه و این چوبه بیفته رو سر کنار دستی. تمام اینا طراحی های کثیفیه که رژیم میکرد به خاطر فشار مضاعف این زندانیان. و واقعا درود به شرف اینا که لحظه ای کوتاه نیومدن، واقعا لحظه. معلوم نیست چند نفر از اون قفس ها زنده بیرون اومدن. یا حتی برام تعریف میکرد از پدیده عجیبی که واقعا هیتلر هم نکرده و تاریخ ایران عجیبه، موضوع واحدهای مسکونی. به من نشون میداد اونجا این نماد ساخته شده توی موزه مقاومت که نشون میداد که میگفت خونه یا در واقع اتاقهای خالی فرد رو با ضرب و شتم میبردن توی اون، تو حالتی که اصلا تعادل نداره میره تو، و اونا رو مجبور میکردن رو به دیوار بایستن. هر کدوم سرشون یه چادر بوده، ولی کافی بوده نوک انگشت پاش از این چادر بیاد بیرون، شلاق میزدن، تکون نباید میخوردی، هیچ صدایی نباید در میومد. روزها و روزها و روزها حالت ایستاده بر رو به دیوار وای میستادی، حتی شب نمیتونستی بخوابی. و اینا قش میکردن و از هوش میرفتن، در اون حالت میکشوندنشون بیرون، روشون سطل آب میریختن و شروع به شلاق و شکنجه و دوباره برگردوندن و ایستادن. و این حالت خدا میدونه که چند نفر از اون واحدهای مسکونی بیرون اومدن و واقعا چه جنایتی کردن رژیم. خب این نمونه ها کم نیست، واقعا نمیشه گفت، میدونید؟ یعنی کلام براش پیدا نمیشه که آدم بتونه بیاد اینو توصیف کنه، که حداقل جوانای ما و حداقل مردممون بدونن چه کسایی پشتوانه تاریخی این کلمه سرموزه. به قول اشرف شهید که
جهان خبردار نشد بر مردم ایران و مشخصا زندانیان سیاسی چه گذشت. تنها جمله‌ای که شاید بتونه پاسخه یعنی کمی گویا باشه جمله خود خرمریم تو این رابطه میگه که خیلی جمله زیبایی گفتن خرمریم، گفتن قتل عام شدگان وجدان شورشی و شورشگر تاریخ ایرانند، آن گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود محفوظ داشته و حیات حقیقیش از آن میجوشد. حیات حقیقی جامعه ما اینه، چیزی که مطمئنن نتیجش پیروزیه و این واقعا شکی توش نیست. بله، بذریه که در واقع در اعماق در واقع خاک ایران کاشته شده و الان تو خیابون ما میبینیم تمام این دختران و زنان در واقع شجاع و دلیر که اینطوری جلوی دشخیمان و مزدوران تو خیابون‌ها میستن و پایداری میکنن، اینا همه در واقع تلالو همون نی تاریخیه که این شهدای سربدار به دشخیم گفتن. بله، ریشه ها اینجاست، این یه واقعیتیه. الان خواهرم در واقع خواهرم زینب نمونه های ایستادگی و رشادت زنان زندانی سیاسی در بیدادگاه ها و زندان های رژیم خمینی رو گفت. الان چون در واقع در آستانه 60 سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق هستیم، من فکر کردم خوبه اشاره بکنیم به یکی از بنیانگذاران سنت ایستادگی بر سر موضع. میخوام در واقع اینجا از زن مجاهد خلق و سمبول و الگوی همه مجاهدین فاطمه امینی یاد بکنم، کسی که اون زمان در واقع از بنبست شکنهای دوران خودش بود، طوری که در زمان شاه طوری که در زیر شکنجه حتی حاضر نشد اسم خودش رو به دشخیم و به بازجو و شکنجهگرش بگه. وقتی سوال کرد نام، گفت فرزند خلق. در ادامه در واقع نسل اندر نسل وقتی تو تاریخ سازمان مجاهدین میبینیم این مقاومت‌ها، این ایستادگی‌ها و این حماسه‌هایی که زنان، مشخصاً زنان زندانی سیاسی در زندان‌ها خلق کردن، اینها ریشش و در واقع تاریخچش برمیگرده به چنین الگوها و بیانیه‌هایی که تکثیر کردن در واقع این ارزش رو در نسل‌های بعدی. می‌خوام به چند نمونه اشاره بکنم با اجازه شما. نمونه شهلا فردوست بسیار بسیار تکون دهنده است، این حماسه این خواهر. شهلا فردوس در واقع از اعضای تیم تنیس زنان اون زمان خودش بود، زمان در واقع خمینی، که در واقع دستگیر شد و حکم یک ساله داشت. وقتی که اون رو در واقع مخیر کردن برای آزادیش بین اینکه بره تو صحنه در کنار جوخه اعدام و تیر خلاص بزنه به یاران و در واقع همرزمانش و اینکه آزاد بشه، شهلا با اینکه یک کودک شیرخوار یک ساله داشت، اون ایستادگی و مقاومت رو انتخاب کرد و در 5 شهریور سال 61 شهید شد. یا نمونه دیگه در واقع سیما حکیم معانی هستش، که سیما از شدت شکنجه ها توان راه رفتن روی پاهاش رو نداشت و دلا دلا راه میرفت. 20 کیلو وزن کم کرده بود و به شدت ضعیف شده بود، طوری که در واقع روی ویلچر اون رو منتقل میکردن، حمل و نقل میکردنش. سیما هم در واقع یکی از الگوهای ایستادگی تا به آخر بود و در واقع با پایداری بر اصولش به شهادت رسید و سربدار شد. جا داره نمونه ای در واقع از برادران مجاهد شهیدمون اینجا نام ببرم. برادر شهیدم حجت زمانی که وقتی در زندان دشخیم به اون گفت چه نشستی، عراق در واقع سقوط کرد و مجاهدین و سازمان مجاهدین تموم شد، که حجت در اوج غرور و افتخار گفته بود نه، سازمان تموم نشد، که گفته بود چرا، و حجت در پاسخ دندان شکن گفته بودش که چون من هستم، من هستم پس سازمان مجاهدین هست. نمونه دیگه در واقع محمد مهدی وثوقیان هست، که وقتی دشخیمان هیئت مرگ
پیش روی اون میذارن که در واقع تقاضای عفو بکنه و گفته بودن تقاضای عفو کن تا آزاد بشی. محمد مهدی توی دهان اونا کوبیده بود و گفته بود که این شما هستین که بایستی از من تقاضای عفو کنید و در اوج غرور و افتخار سر به دار شد. خب ما تا اینجا از شما کارکرد و مصادیق بارز این ارزش پایه یعنی سر موزه رو شنیدیم، از تعریفش تا نمونه هایی که برشمردید. میخواستم ازتون بپرسم که این ایستادگی مجاهدین بر مواضعشون و مسیر مبارزشون آیا بازتابی هم توی جامعه داشته یا نه؟ واقعیت اینه که بازتاب اون رو میشه از صحنه های این روزها در کف خیابون دید. معمولا میگن هر انسانی میتونه به یک ارزش تبدیل بشه به شرطی که قیمتش رو بپردازه و با اون یک راهی رو در جامعه باز بکنه. همون کاری که سازمان مجاهدین در طی این 60 سال تاریخچه پر افتخار انجام داد. این ایستادگی 60 ساله مسیر رو شاخص گذاری کرده برای جوانهای این روزها، برای اینکه خب میبینن الان مسیر براشون روشنه. وقتی که خودشون میان بعد از اون روزهای قیام در دل لحظات سنگین و سخت دفن کردن عزیزانشون، در نقطه که آدم در منطق تعادل قوا میگه صفر، منفی است حتی، فراتر از صفر، ولی میاد فریاد میکشه میگه سرخم قدغن. خب این از کجا میاره؟ خلق و ساعت امکان نداره. همین تاریخچه است. این رشد یافته همین مسیره، این محصول این درخته، این میوه است که ما داریم میبینیم. یک تنه عظیم و یک ریشه قوی در پشت اون هست. این تاریخچه مجاهدین الان چنان جسارت و تحوری و چنان مسیر روشنی رو برای هر جوان ایرانی که الان اسمشون رو میذاریم کانونهای شورشی ایجاد کرده، که همین چند وقت پیش بود بعد از قیام، من اون فیلم یادم نمیره که گروهی از اونها بودن توی دل شب تاریکی رژه میرفتن و فریاد میزدن مجاهدین خلقیم با شیخ در نبردیم. خب این ممنوع ترین نامو این چطور با این جسارت فریاد میزنه؟ نمیدونه 5 دقیقه دیگه ممکنه دستگیر شه؟ نمیدونه که حکمش بیشکاف اعدامه؟ چرا؟ آخه دیده، آخه این تاریخچه این میوشه، آخه این مسیر روشنه و این ثبت شده در دل تاریخ ایران و این بالاترین افتخار مجاهدینه که به ثبت رسوندن با این همه 120 هزار شهیدی که سرفراز بدون ذره کوتاه اومدن از سر آرمانشون مرگ سرخ انتخاب کردن. این مسیر دیگه ثبت شده در تاریخ ایران و به همین خاطر ادامه داره. این داستان سر باز ایستادن نداره. یک رودیه بسیار خروشان، هر کاریش بکنه این رژیم نمیتونه متوقفش کنه. حالا این رژیم بکنه هر کاری میخواد بکنه، نمیتونه، به قول برادر من میشه مانع طلوع خورشید شد؟ مگه میشه؟ نمیشه. این تکامل، این مسیریه که راه باز میکنه و پیشتازش در تاریخ ایران مجاهدین بودن در دل این 60 سال تاریخچه پر افتخارش. خب این راه کوبیده شده است، این مسیر بسیار روشنه و بیشتر از هر کسی اینو کی میدونه؟ خود خامنه ای و خود این پاسدارا. وقتی میره کانون شورشی در روز روشن از پل هوایی 4 تا بنر به 4 متری آویزون میکنه، خب این جسارت از کجا میاد؟ این ریسک پذیری، این تهاجم، این تحور. خب این مسیریه که با خون باز شده در دل این 60 سال. 60 سال کوبیده شده با
قدم صدق، با فدا، با وفای به پیمان مجاهدین لحظه ای عقب نشستن. 120 هزار گواه این ایستادگی. خب این مسیر راهش باز شده و مطمئنن مسیر میره تا پیروزی، میره تا پیروزی، حالا اینا هر کاری خواستن بکنه. خب خواهر شکو، شما در مورد این سوال آخری که من کردم و خواهر زینب توضیح دادن چی میگید؟ در واقع روح و روی کرد سر موزه بودن، همونطور که آخرم گفت، تکثیر شده در جامعه و الان در واقع در کانونهای شورشی متبلور شده. الان شما نگاه کنین عملیاتهایی که این کانونهای شورشی انجام میدن، در اوج اختناق، زیر سانسور و زیر تهدیدهای رژیم، از اینکه به هر حال روزانه میبینین آمار اعدام روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اینا در ذات خودش باید چی به دنبال داشته باشه؟ سکون، سکوت، تسلیم، عقب نشینی. در حالی که به عکس، از قضا جوانان شورشی همین کانونها بیشتر رشادت میکنن، بیشتر بنبست شکنی میکنن، در قلب تهران میرن چیکار میکنن؟ ساختمون قضایی جلادان رژیم رو به آتیش میکشن، نمادهای رژیم رو به آتیش میکشن، نماد قاسم سلیمانی و انواع و اقسام نمادهای مختلفش رو. خب این از دل چی در میاد؟ جز اینکه اینها ریشه در یک مقاومت تاریخی داره، جز اینکه اینا اتکاشون انگیزه و در واقع اون روح بن‌بست شکنیشون رو از یک چیز میگیرن، ایستادگی بر سر موزه که ریشش و در واقع بنیش از سازمان مجاهدین خلق ایرانه با 60 سال قدمت. من فکر میکنم اگر به این در واقع صحبت‌های خود این سران رژیمم، شما حتما که گوش کردین و شنیدین، اشاره به چی میکنن؟ نقش مشخصا زنان در رهبری قیام های 401 تا از 98 تا 401 که میگفتن که بسیاری از این لیدرها زنان زیر 30 سال بودن و الان توی این صحنه ها هستش، دختران واقعا جسور، شجاع، با تحور با این پاسدارا درگیر میشن، نیروی انتظامی حتی گلاویز میشن و اونا رو عقب میشونن. خب این ریشهش در واقع همون ریشه ایستادگی بر سر موزه بوده که جا به جا حک شده، در واقع ریشه در خاک ایران داره و الان هم میره تا بنیان این رژیم ضد بشر و جلاد رو، در واقع ریشهش رو از خاک ایران ریشه‌کن بکنه و اون روز خیلی خیلی نزدیکه. خیلی ممنون از شما خواهران مجاهد به خاطر حضورتون در این گفتگوی بسیار تاثیرگذار. میخواستم تشکر کنم ازتون، از حضورتون در این برنامه و همینطور از شما بینندگان عزیز، از اینکه ما رو در این گفتگو همراهی کردین تشکر کنم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. تشکر از شما.